همراه هستیم با کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران. بسیار خوش آمدید آقای زعیم، نوروز بر شما مبارک باشه. شما به مناسبت سال نو پیامی دادین و بیانیه صادر کردین، محتوای این بیانیه رو از شما میشنویم. ببینید، ما این که هر سال به مردم امید بدیم، بگیم اینجور خواهد شد، امیدواریم شما سال خوبی داشته باشید و هر سال سال بدتری از سال گذشته باشد، ما این کار رو دیگه کنار گذاشتیم. ما اول در این بیانیه تمام کارهایی که این رژیم در این 43 سال انجام داده به طور خلاصه شرح دادیم، اون کشتارهای اول دهه اول انقلاب، بعد قطعای زنجیره‌ای دهه 70، بعد دهه 80، ما 88 و 96 و 98 که همه اینا رو ما پیشتر هم میترسیدیم که انجام بشه و دربارش برحال صحبت هایی کردیم که باید جلوگیری بشه، همه اینا رو شرح دادیم که پاسخ رژیم به اعتراضات مردم، به اعتراضات برحق مردم، از این که رأی من کنید، تا اونجایی که میگن حقوق من کنید، اونجایی که میگن حقوق چیز رو من کنید، در حال حقوق من کنید، نمیدونم شغل من کنید، همه این مال من کوها جمع شده و ما فقط بهشون میگیم که امیدواریم سال آینده خیلی بهتر باشه. نه، سال آینده من فکر کنم ممکنه خیلی بدتر باشه. فقط باید جمهوری اسلامی رو تو مغزش بکنیم که نمیتونه دیگه ادامه بده با شرایطی که پیش اومده، به ویژه شرایطی که برای روسیه پیش اومده که دیگه نمیتونه پشتیبانی کنه فعلا از این رژیم، و شرایط اقتصادی داخل کشور، این تظاهرات مردم دیگه تقریبا همه صنف ها و همه گروه ها، حتی درون قوه قضاییه، حتی کارمندای دولت ریختن تو خیابون و گفتن حقوق ما کمه، حقوق ما کو، چرا پرداخت نمی‌کنی، این نشون داده دیگه این دردها به مغز و استخوان مردم رسیده. بنابراین دیگه تبریک، ما این تو این بیانیه هم گفتیم ما اصلا نمیتونیم تبریک بگیم به مردم، چیزی نیست که بهشون تبریک. آقای زعیم، اگر بخوام یک جنبندی از عملکرد به هر حال مجموعه حکومت در سال گذشته داشته باشیم، مردم چه توقعاتی داشتن و تا چه اندازه این توقعات برآورده شد؟ توقعات گسترده شد، از کارمندان و کارگران و اینا گسترده شد، حتی به کارمندان دولت و حتی کارمندان قوه قضاییه که من شوکه شدم، همه جا گسترده شده، این توقعات افزوده شده، چیز ازش کم نشده. مثلا همین آقایون که این پولی که از آمریکا گرفتن که دو تا گروگان آزاد بکنن، این پول نقدیه که ما 45 سال پیش دادیم به انگلستان که به ما 1500 تا تانک چیفتن بده، اونا همشو ندادن، بدهکارن. این بدهکاری الان بیش از نزدیک 2,500,000,000 ارزششه با بهره 4% و پول اون چیفتنا که ندارن. آقایون میرن هم پول اصلی رو میگیرن، عجله دارن که یه چیزی رو نقد کنن فوری بالا بکشن. یعنی این خیانت بزرگی به این ملت بود که این پول ما اونجا بوده انگلستان به هر دلیلی که بوده، حالا ما به دلیلش نمیزنیم، دلیل انقلاب و این حرفا، اینا رو ندادن. شاید هم بعد چون ما وارد جنگ شدیم نمیخواستن بدن. اینها الان فقط پول نقد میگن هر چی داری فعلا بده ما بخوریم تا بعدن صحبت کنیم. یعنی این نشون میده که اینا از آینده خودشون هم زیاد مطمئن نیستن. این کارا واقعا خیانتی دیگه از این عیان‌تر نیست. مردم الان گرسنه هستن، حقوقشون رو نگرفتن، قیمت ها هر ماه هر سال 30%، 40% یا بیشتر میشه. عید مردم به غم و احساس توقع و آرزو تبدیل شده. بنابراین ما بیایم به مردم بگیم آقا عیدتون مبارک، امیدواریم سال نو خیلی خوش باشید و نمیدونم سلامت باشید، این حرفا، ما این کارو دیگه نمی سپاسگزارم از شما، ممنونم. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران با ما. سپاسگزارم.